کودی قوی و قدرتمند و فوق العاده که از خون حیوانات ساخته میشه و از هر نوع کودی قوی تر هست، چه قسم و چه مقدار و چه وقت باید استفاده شوه؟ در این ویدیو از 0 تا 100 به شما آموزش میتونم، پس تا آخر با ما همراه باشید. سلام و درود به همه شما خوبان و عزیزان، امیدواریم در هر گوشه دنیا که هستین شاد و صحتمند باشین. قربان آزاد هستم و خوش آمدین به کانال یوتیوب باغبان آزاد. دوستای خوب من، قسمی که شما در جریان هستین، خون اصلا بخشی از حیاتی ترین بخشی از موجودات زنده، مخصوصا حیوانات و انسان ها هستند که توسط خون تمام مواد غذایی انتقال داده میشه به تمام سلول، حجرات و انساج بدن انسان و حیوان. توسط معده مواد غذایی، مثلا گوشت و یا اینکه حبوبات و سبزیجات را که ما شما میخوریم، و اجزای ساده تر تجزیه میشه، توسط معده جذب میشه در خون و از طریق خون انتقال پیدا میکنه در تمام ساحه بدن و حجرات و انساج جذب میکنه و باعث انرژی با ما شما میشه، یعنی باعث تولید انرژی میشه. پس عامل اصلی چی هست؟ خون هست. خون باعث انتقال مواد غذایی میشه و اگر خود خون را در نظر بگیریم، یعنی پر از مواد غذایی هست. چه چیزا در ترکیبش هست؟ پروتین هست که هموگلوبین سرخ خون دقیقا از آهن ساخته شده که فول از آهن هست، پروتین هست. و پروتین را اگر ساده تر در نظر بگیریم، بیس های نایتروجنی هست، یعنی به این معنا که اگر از لحاظ نباتی مثال بزنیم، پر از نایتروجن هست، کد نایتروجنی که ما شما دنبالش میگردیم. و همون رقم فسفرس و پتاسیم و کلسیم، یعنی تمام مواد غذایی در خون هست. چه قسم در خون وجود داره؟ با ساده ترین اجزایش در خون وجود داره. اگر ما شما ایره به درختان استفاده کنیم، اصلا نیاز به تجزیه و کدام مایکرو ارگانیزمی چیزی وجود نداره، اصلا نیاز نیست که ایره درختان اصلا وقت بگذرانه یا زمین وقت بگذرانه تا اینکه این تجزیه شوه و به درختان جذب شوه. یعنی فوری ترین کودی هست که شما به درختان و گیاهان میتونید استفاده کنین و فورا جذب میشه، یعنی کاملا قوی تر از کداهن عمل میکنه. و حالا ایره شما از کجا میتونید تهیه کنین؟ خب معلوم است، از مرغداری ها، قصابی خانه ها و در هر ساحه‌ای که حیوانات ذبح میشه شما میتونید به راحتی از اونجا تهیه کنین، یا نزدیکترین قصابی که در نزدیک شما قرار داره، با قصاب میتونید یک برنامه جور کنین، خون رو بر شما جمع کنه و میتونید حداقل در داخل حیات حولی خود، درختانی را که داری، میتونید کاملا ارگانیک استفاده کنین. هدف ما تغذیه و تقویه درختان و گیاهان به شکل ارگانیک هست. اگر شما فکر کنیم که چقدر درخت داشته باشیم که با خون بتونیم ایره تغذیه کنیم، این مشکل میشه. مثلا یک نفر 1000 یا 2000 یا 5000 تا درخت داره، این همه خون را شاید پیدا نتونه، ولی یک کسی که در داخل حولی خود یا در داخل آپارتمان خود 10 تا 20 تا یا حتی 100 تا درخت داره، به راحتی میتونه از قصابی نزدیک خود خون بگیره و به راحتی به درختان خود استفاده کنه. و یا اینکه به شکل تجارتی وجود داره، به نام بلاد میل، پاکت های خیلی خرد خردی هست که به شکل تجارتی تولید میشه و اینا هم خون را جمع میکنه به اساس یک پروسس و یک مرحله، اینا را به کد جامد تبدیل میکنه و بعد از او به دسترس شما قرار داده میشه و شما او را میتونین استفاده کنین. رویش میتونین از خون به عنوان کد استفاده کنین. رویش های زیادی وجود داره. من 4 رویش خیلی ساده را به شما معرفی میکنم که یک رویش که فعلا هم اشاره کردم که از بازار میتونید تهیه کنین، به نام بلاد میل، یا اینکه کودی که از خون ساخته میشه به شکل تجارتی هست و در هر گوشه آمریکا، آسیا و همچنان اروپا پیدا میشه. شاید مخصوصا در افغانستان یافت نشه، ولی به احتمال خیلی زیاد در ایران و پاکستان حتما هست و دوستایی که خیلی علاقمند باشه میتونه از کشور همسایه وارد افغانستان کنه. و یک بخش تجارتی است که به راحتی شما میتونید این را از ساحات مختلف تهیه کنین و در روی لیبلش هم نوشته است که شما چی مقدار باید استفاده کنین، که معمولا رویش استفاده ای به اندازه یک قاشق یا 1.5 قاشق برای هر گلدان شما میتونید استفاده کنین. اگر بخواید برای درخت استفاده کنین، از 1 کیلویش میتونید برای 2 درخت استفاده کنین.
یعنی دو درختی 10 ساله 15 ساله دارین، 2 کیلوی ایره میتونین در اطراف درختان پاش بتین و اطراف درخت را به اندازه 4-5 سانتی شخم بزنین، بعد از آبیاری کنین. خیلی قوی هست، عیناً به شکل کود نایتروژن و همچنان کود آهن عمل میکنه و ایره شما بعد از هر 20 روز یک بار میتونین تطبیق کنین و معمولا در فصل بهار و تابستان وقت استفادهش است. فصل خزان یا پاییز و زمستان اصلا از کودی که از خون تهیه شده استفاده نکنیم، چون در ترکیبش فیصدی زیادی، یعنی تقریبا گفته میتونیم که اگر کود و مواد غذایی در نظر بگیریم بیش از 90% شاید نایتروژن وجود داشته باشه و متباقی دیگر مینرال ها. پس بسیار باید دقیق کار کنیم و در جریان فصل بهار و تابستان استفاده کنیم که یه از روش تجارتیش هست. حالا اگر شما بخواید خود امی کود را که به شکل تجارتی داخل پلاستیکا بسیار همطور شک و پیک نوشته میشه، بلاد میل نوشته میشه، شما چه قسم خودتان در خانه میتونین امی را تولید کنین؟ خب اگر 1 لیتر خون داشته باشین، ای را در خاکستر، خاکستر چوب دارین، در 3 کیلو خاکستر چوب یک جا میکنی، ای را در کدام سطح زیر آفتاب پهن میکنی، خشک شوه، کاملا امو کودی که در داخل پلاستیک شما خریدین عین خود امو تولید میشه و 3 کیلو اینجا هست، خون داخلش گرد میشه، آبش تبخیر میشه و کاملا تمام مواد غذایی مهم در داخل خاکستر میمانه و خاکستر هم بسیار یک مواد غذایی قوی هست، در داخلش کلسیم هست و انواع مختلف مواد غذایی هست که با یک جای میشه بسیار قوی میشه و این هم شما میتونین هر 1.5 کیلو برای 1 درخت 10 ساله میتونید استفاده کنید. درخت 5 ساله 8 ساله دارین میتونید برای 3 درخت، یعنی هر درختی 1 کیلو استفاده کنید. برای بوته ها مثلا خیار، بادنجان رومی و گوجه فرنگی و کدو ایش رو دارید، برای هر کدامش میتونید که 1 مشت یا 2 مشت پور بندازی و این ضرر نداره. اگر مقدارش زیاد شود کدام مشکل خاصی خلق نمیکنه، ولی بازم بیش از اندازه اگر زیاد شود باعث اسیدی شدن خاک میشه، ممکن است که خاک یک مقدار اسیدی شود. که این یکی از 2 روشی بود که به شکل تجارتی و همچنان به شکل خانگی شما میتونین تهیه کنین. و حالا اگر شما بخواید به شکل مستقیم از خون استفاده کنین، به 2 روش دیگه هم میتونین استفاده کنین. اولی که 1 لیتر خون را میگیری، در آفتاب میمانی و یه آبش تبخیر میشه و به اندازه 100 گرم یا 150 گرم نظر به غلظت خون فرق میکنه، 100 الی 150 گرم جامد، یعنی اما خود خون به شکل جامد تبدیل میشه، آبش تبخیر میشه، 100 تا 150 گرم تولید میشه و ایره شما به شکل پودر تبدیل میشه، کاملا پودر میشه و ایره میتونین در 10 لیتر آب حل کنین و هر 5 لیتر را برای درختان کلان 5-10 ساله استفاده کنین و اگر گیاهان بوته‌ای دارین برای هر بوته میتونین 1 لیتر از این محلول استفاده کنین و یا اگر داخل گلدان هست، به مو ظرفیتی که شما گلدان را آب میتین از این محلول استفاده میتونین بکنین و یا اگر میخواین مستقیم بدون از یک تبخیر شوا استفاده کنین، همین 1 لیتر خون را در 10 لیتر آب یک جا میکنین و بعد مستقیم برای درختان استفاده میکنین. هیچ فرق نمیکنه، یکش آبش تبخیر شده یکش آبش تبخیر نشده و در خون حدودا بیش از 90% آب هست و متباقی در کل مواد غذایی خیلی مهم هست که برای درختان ما شما بسیار مفید هست. خب دوستای عزیز، این یکی از موادهای ارگانیک بسیار قوی و فوری بود که گفتم حتما شما این رو باید در ذهن داشته باشین. کوچکترین بخش از مواد غذایی یا موادهای ارگانیک در اطراف شما هست باید دور نریزین، که اکثرا در ساحه افغانستان، ایران و همین کشورهای آسیایی قصابا خون را دور میرزن و یک فضا را کاملا اسیدی میکنن و هیچ به درد کشاورزی هم نمیخورن. یعنی واقعا نیاز دانستیم که شما باید بدانین و از این به بعد هیچ قصابی باید خون را ضایع نکنه. امیدواریم که به درد شما بخوره ویدیو، قابل تطبیق باشه و باز هم اگر خواستین ویدیوهای ارگانیک که ما قبلا ساختیم شما ببینین، روی ای پشت کلیک کنین و یا اینکه در دیسکریپشن ویدیو ببینین، ما تمام ویدیوها را لینک شما دیم، شما میتونید که از اونجا ببینین و اگر باز هم خواستین ویدیوهایی که ما جدید تولید میکنیم به همراه شما به اشتراک گذاشته شوه، حتما کانال را سابسکرایب کنین تا اینکه از ویدیوهای جدید جا نمانین. تا ویدیوی دیگر، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.